جهش یافته های جدید. اون اینجاست. نوجوان که در خودشون توانایی های خاصی رو میبینن برخلاف میلشون در یک تأسیسات مخفی زندونی میشن. اونها تصمیم میگیرن برای رهایی از وضع فعلیشون اقدام به مبارزه کنن تا گناه های گذشتشون بخشوده بشه و جان خودشون رو هم نجات بدن. جاشپون کارگردان فیلم گفته که از فیلم های پرواز بر فراز آشیانه فاخته، درخشش، کلوپ صبحانه و کابوس در خیابان الوم برای ساخت این فیلم الهام گرفته. فکر میکنم ما برای تحمل اینجا باشیم. اینجا اینقدر تو رو توی خودش نگه میداره که تاریخ اکران جهش یافته های جدید 4 بار تغییر پیدا کرد که این مسئله پیشتر بی‌سابقه بود. در ابتدا قرار بود این فیلم در اپریل سال 2018 اکران بشه که به دلیل عدم هماهنگی در تولید 1 سال به تعویق افتاد. پس از خرید کمپانی فاکس توسط دیزنی دوباره دیگر تاریخ اکران فیلم تغییر کرد و در نهایت نیز به دلیل پاندمی کرونا اکران آن را به 28 آگوست 2020 موکول کردند. میدونی دلیل زنده موندنت چیه؟ اینکه تو یه دختر خیلی خاصی. فقط هم تو نیستی، نه دیگه اونطور. من یه چیزی دیدم که فکر کنم اون نمیخواست من ببینم. تو میدونی جهش یافته ها چیه؟ کسی دوست داره اولین تجربهش رو برامون تعریف کنه؟ اینکه بتونید توانایی هاتون رو کشف کنید خیلی مهمه، چون فقط اینطوریه که ما میتونیم درمانتون کنیم. رین 13 سالم بود. اولش فکر میکردم یه جورایی هست، ولی بعدش یه لحظه کنترلم از دست دادم. اینجا یه بیمارستان نیست، یه زندانه. سام، اولش با دفت شروع شد و بعدش مردم صدمه دیدن. روبرتو، دوست دخترم یه بلوند بود. نه! ایلیانا، من 18 تا مرد رو کشتم، اونم دونه به دونه. اگه با هم دیگه باشیم میتونیم از وسطش بر بیاییم. آخرین چیزی که یادته چیه دنی؟ یاد بگیری بتونی توش زندگی کنی، بعدش میکشتت. اینکه اون گفت ما باید فرار کنیم. فکر میکنم ما برای تحمل اینجا باشیم. اینجا
اینقدر رو توی خودش نگه می‌داره که